به قول فدایی میگه چی؟ خفشین. چند وقتی توی اینستاگرام یه سری هم اومدن بالا، یعنی من میبینم پشمام میریزم، میگم این چه، اینا چه بی استعدادایی هن اومدن بالا و معروف شدن. البته منظورم کسایی که رو کاور آوردم نیست، حالا یه سری کلاگیر پیدا میشن میگن که کاور کلیک بیت زدی که ویو بگیری. آره داشت، من دنبال ویو هم. این کاور رو زدم که ویو بگیرم، من دوست دارم اصلا اینجوری ویو بگیرم. خلاصه که ریاکشن آوردیم از دیس و دیسپک بازی دو عدد اکس پشمام. ببین ویدیو تای جنجالی بودنه، یه ذره چنل آوردیم به یه سمت از حاشیه کم دور شیم، دوباره برم گیم تو حاشیه، ولی فعلا بذار تتلی میم مزیدش چی میشه، زنده میمونه اصلا، حالا فناش بهشون نیاد. ستونای گنگ، قبل اینکه بریم ویدیو شروع کنیم یادتون نره چنل یوتیوب رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید، خلاصه حمایت توپل بکنید که منم انرژی بگیرم که بتونم ویدیو توپل واسهتون بسازم. پس دمتون گرم، مستقیم میریم ادامه ویدیو. آقا چند وقت پیش یه شخصی با یه فریستایل که الان میریم میبینیم معروف شد که این فریستایل رو طرف داد، بعد اکسش اومد بکش رو زد، یعنی درست دیس و دیس بک، نمیدونم میگن اکسش، من نمیدونم واقعا اکسش یا نه، ولی خب خبرها میگفتن که این طرف اکسش، من اصلا نه واقعیت موضوع میدونم نه چیزی، فقط تو اونجا که شنیدم میگن آقا این اکس یاروه که این دوتا با هم وارد بیف شدن و دعوا کردن، اکسش اومد بکش رو سریع بس بک دو بس زم زیر یه ساعت. بریم ادامه. خدا کنه من نتونم فوش کرد، البته نمیده بچه خوب. خب بریم اوکی ویدیو آرم رپ کینگ هم خورده اینجا بابا، بریم ولش کن. بیست دو سوختر قبلیمه، اگه کسی به محل سگ نمیده چون بعد من به کسایی دادی که سگ نمیده. من اصلا خوشم اومد این ترک شد، یعنی این تیکر رو دوست داشتم، خوشم اومد. تو خیلی رپ رو ازش حمایت کردن، خیلی باش حال میکنن، ولی سرجم من گفتم الان ببین ولش کن، میترسم هم خودش بعدش بیاد، ان شاءالله بهترینه واسش رقم بخوره و معروف بشه بهتری کنه. من البته اول ویدیو اینترو رو اینجوری گفتم، منظورم با ایشون نبود، به منظورم با این یارو کسی که تو اینستاگرام الکی میان بالا، واقعی با که یا این عدد افراد با اونا بودن و با کسایی مثلا. ببین من به جامعه هیپ هاپ هیچ موقع حیث نمیدم، اصلا نمیتونم بدم، چون همه بچهای زیر زمین همه از یه با بدبختی با زور با هزار تا ماجرا اومدن بالا بچهای هیپ هاپ. چیکه میگم و بچگیمه و آدم بده منم و اونم که دکه میدی، خوبیای تو هم که اصلا توی چشم نبوده، تو رابطه من هر چیزی که بگم همونه، آخر ما نفهمیدی میشه تو پسرمو تکر و خفیشش میا گردنه دیم کم کم بوده. ببی اصلا سبوش این دودشیمه، اون یکی هم میشه دوست پسر سارا دیگه، این یکی هم خیلی پسر خوبیه، صبح منو مدرسه میرسونه، بعضی وقتا که باشگاه میره یکم تشاتو باز کن روی واقعیت، چون که جلو من بکنی بحثای بی رفت، انقدر دوده تو استوری کردی اگه صورتت آتیش بگیره تشخیصت میدن از چاک سینه اخلاق تو نمیخورد، همه قولات هم چه بیزوف سوخت، من تا حالا تو من فهمن نخورده بودم نوتلا میخریدم، من نخورده بودم فهمم، فکر کنم نمیدونم مارک نوتلا سیم، نمیدونم جدی چیه، میگه فهمن نخورده بودم نوتلا میخریدم براش، هرز خانوم پریود بود، مرز خانوم پریود بود، دیر سیر زدن تباگ اینستای گوشی تنگیه، شماره من باشه میسکاله، میدونم ایش مشکلی ندارم با اصفیه، دیر سیر زدن تلگرام واقعا باگ، واقعا خود برنامه است، ما الکی جیشتین نمیزنیم. فقط چرا هر سری میخوره مردای 20 ساله، هر چی داشتیم شده هر دو وقت بود، تو رابطه بودی یادم رد و بچوز، ببی بهم بگو ببیگه شب این فیلم چی بود، 365 روز بابا فاک به تو فاک به فیلم فاک به من و وای به ما عاشقیم که با سرم و آخ زدم آی ببین که میگیرم دده دخ دخ صافه میر بچ میگیرم شمارش کسیه شد حقیقت تیکای وسطش خوب بود دیگه، از کلا از همه ماتریکس خارج شد به قولی یارو عده چی؟ تو سخت بشی راشی اینقدر آدم پشت ترنگا ارتشی نداری تو لیاقت، ببین مهرم و کوبیدم صاف قیافت بمیر بای بای. آقا ایشون اومد این دیس رو منتشر کرد، دیس حالا به قول معروف خوب باحال قشنگ، یکی دوتا اجرام بعدش ازش میبینیم، و یه خانومی اومد ببخشید دیس پکش رو بس فکر کنم، نمیدونم خودشه یا نه، ولی میگن که خود دختر است، من بالا خبر ندارم، بریم ببینیم آیا اکسشه، نمیتونم راهی ما رو با هم دیگه حالا تشبیه کنم، آره نمیدونم، بریم دیگه بی خیال. اومدم بهت بپردازم و برم، اکارت نگم که کلا راهی ما کس شرم، میخورد اکسش باشه ولی بازم دقیق نمیدونم، ولی احتمال داره اکسش باشه،
حقیقت دارم جواب تو میدم دو دلم، ولی بگم سرسر همه تون تو کل بتلم، با لکنت زبونم میسازم برات فلوی که میندازه تا کار خودت 3-4 سالی جلو، وقت خدافزی ترب بخوری تلو، چند تا نصیحت میکنم ات میشینم تمو. اول دیوار دیگه بگم گندم زیرمه رپت به کیرمه، ببین رپت به کیرمه، این تیکه لبش تکون نمیخوره، پلی بک احتمالاً اجرا، من نمیدونم، شاید تو اینجا واسه من باگ داره، نمیدونم جدی، نمیخوام بگم بعدش بفهمم باگ از من بوده، ولی اگه باگم من نیست بدونید به جا زنده نیم. عروستم خونم شغل خودم نمیگیرمت، میفهمیدم کوچری یکونت میپیچیدمت، الان که هستم کجایی چرا نمیبینمت، خوشت نمیاد تمم ادامه بدم، من بیشتر پشما یکون داب میخوره چشم، اومدم رو طرف فقط بگم برای شب، دیگه فکر نکنی با این کوس و شر دشم. ببین خوبه، نمیگم بعد ریتم و فلوشون، ولی خدا وکیلی صدای یه نسل بخواد گوش بده رو ندارم. خوبه تو دیس و دیسترک، فقط دیس و دیسترک بازی یاد گرفتن، حقیقت دارم میگم. حالا بی خیال، امیدوارم دو تاشون هم موفق باشن، تو هم با دختر بیشتر این پسر حال کردم، خیلی باحال با بود اسم میگم، هم بیتش هم ریتمش همه چیش باحال بود. بریم یه فریسل این پسره ببینیم، این دختره من چیزی پیدا نکردم، اگه دارید بدید داخل کامنت. من عین آسبونه آبی تاریکم، شب و مرو معرفت تو صورت شیا دیدم، چون اونا جلو رو خودم شاخامو زدن، حداقلش پشت سرم نداشتن کاری با میوم، رای باقی نه نمونده شانسی رو میرم، من فهمیدم که پول باعث میشه تو کافی باشی مرد، بشه کاری کرد واسه همه. کلان کاراش باله سرجم، ولی یه داستانی هست که ببین کار دپشم من خیلی دوست دارم، کار دپشم به نظر میرسه باله، میدونیم بده اندازه گیری زمین تن و خواسته منه، چون نه متره نه کیلومتر نه فکره نه روه، چی میگی دیوونه وادش پوله، آدم گم نمیشی هیچ وقت صاحبتونه، همون که هم به دنیا آوردت هم قاتلت بوده، بعد با تل تورش منم پوشم. یه سری هم او پیش رو مقایسه میکنن جدی، ولش کن چرا اینو با پیش رو انگوش کوچیکه پیش رو هم طرف نیست، ببین کارش قویه تو نسل و چا، خیلی از بچه های نسل چهارم الان قوی تره، خیلی کارش بیسته، ولی خب مثلا با پیش رو هاچی دیگه یه سری چیزا رو نگه دارید خدا وکیلی، دیگه با پیش رو مقایسه کردم کسی چنه حضرت عباسی، ولی ازش دورم، بهش نزدیکتر می شدم بلد بودم، چون این آدم ها یه جور دیگه نگاه میکنن وقتی میگم پایین شهرم یا ونک خونم، ولی تقصیر منه تقصیر اونی، گاهی وقتا میرسه فقط یه تصمیم کوچیک میتونه بد جوری رو من بذاره تاثیر روی، هرچی بشنوی راجه و من چقدر چی بدونی بازم شاین بود. میگه آدم ها وقتی به آدم نگاه میکنن که جای شخصیت آدم ها میدونن، مثلا میگم بچه ونکم یه جور بهم نگاه میکنن، میگم بچه پایین شهرم یه جور دیگه بهم نگاه میکنن، در صورت پشمیزون این اختلاف طبقاتی رو داره داخل موزیکش. ببین واسه آخری ببینیم چطوره، یه فریستایل دیگه شد. اصلا تو میدونی چقدر تو رو میپرستم و تو میدونی همیشه بوده به یادت دلم، یه سری از بیرون کافه دیدت میزدم، چون پولی نداشتم بیام تو چیزی سفارش بدم، مگه میشه تو عاشقی و تو من جدی نباشم، یه موجودی دیوونت بهش میگن آدم، مثل اون سری که پول نبود دستنی بگیرم برا جفتمون، گفتم تو بخور من میلی ندارم، یا یادت اون سری گفتم خیلی بیمارتم، شب بود و بوسینمت، بهم گفتی این خواب حتما، نه خواب نبودم بیبی، تو خیابون بودم، پول اسنپ تو رو دادم، خودم پیاده رفتم، این پسر پیاده برگشت، کل مسیر تو فکر تو، اصلا نمیخوام. واقعا فریستایلای دپش خداست به نازم، ایول جدی اصلا هیچ گونه ایرادی نمیشه گرفت، خیلی احساسی، خیلی از ته دل، به قول دانیال نون تو سیا نوشتن الان تیکه نمیندازم، واقعا خیلی خوبه، انگار که مردم غمگینی هستیم هر کی موزیک دپ میده حال میکنیم با موزیک دپش، و این واقعا چیز جالبی نیست. در برم من نه از این تلسم تو، اینا رو نمیگم منت بذارم، میخوام بدونی به خاطرت شده میرم، من پا برهنه لختومم، آخه دختر من خیلی فشارومه، تموم تصمیماتم هم بی حساب کتاب بوده. چقدر احساسی بکنم همش حقیقته، قطعات قلبمو بگیر باش بساز خونه، شاید نتونیم بریم کافه ولی میبوسم تو کتاب خونه، شاید نشه بندازم چشماتو برات برق ولی میتونم که بخونم شعرامو برات، یه بالون آرزو کنیم امسال و هوا بشنب صدامو، الان خدا به خاطر تو قید خوب بود. میگه نمیتونیم، شاید نتونیم بریم کافه ولی میبوسم تو کتاب خونه، خیلی ها رو زدم، خیلی آدم ها، خیلی ها قبل تو بودن نشدن اعتیاد برام، ولی من میتونم بکنم، خوب چی کار بره تو، تو خیلی خوشگلی، ندارم لیاقت تو، تقصیر تونی بیبی، دست سرنوشته احچه زشته بد نوشته، قلبم غرق عشقه، من همیشه دوستت دارم، فرق من اینه. وای حاجی
تیکه آخری چقدر گنگ و باحال بود. من همیشه دوستت دارم، فرق من با بقیه همینه. میگفت مثلا بقیه باهات بودن سر یه چیز دیگه، من دوستت داشتم باهات. خیلی اجرا، ببین با اجرای اولی دومیش حال نکردم، ولی سومی خیلی دلی خوب بود، اصلا عشق کردم. امیدوارم هر کجا که هست قوی پررو بهتر راهشو بره، و حتی واقعا اگه بتونم کانکت بشم باهاش واسه ویدیو گرفتن حتما این کار انجام میدم. البته فکر نکنم دیگه الان، یعنی ببین از یه جایی به بعد یه سری از یه حدی میرن بالاتر و بزرگتر میشن، واسه کاراشون باید بهشون پول بدی تا بتونی ویدیو بگیری. منم خب اصلا از همون اولی که چنل رو زدم گفتم واسه یعنی مونده باشه. حالا کلا من به سه نفر پول میدم واسه اینکه بیان تو ویدیو، یه دونه حسینه، یه دونه امیر تتلو و یه دونه آخریش دانیال. ببین من کلا تو عمرم با این سه نفر 100% در آیا. البته تتلو اگه زنده بمونه، اگه زنده مون خب تو آینده نمیدونم 2 سال بعد 10 سال بعد 15 سال بعد، ولی اولین مصاحبه رو قول میدم با دانیال بگیرم. یعنی تو فکرشم هستم زیاد، خیلی راه ارتباطیمو دارم قوی میکنم که بتونم باش ارتباط بگیرم، و 100% بهتون قول میدم تا عید سال بعد من یه ویدیو رو با دانیال میگیرم. جدی خیلی دوست دارم باش بگیرم و فقط منتظرم یه سری کارا اوکی شه، کارو بعدا بهتون میگم. خلاصه اینکه دمتون گرم که تا اینجا ویدیو همراه من بودید، عشقی تا اینجا نگاه کردید، واقعا دوستتون دارم کسایی که تا اینجا ویدیو وایسادن، و خیلی خیلی دمتون گرم. یادتون نره کانال یوتیوب رو سابسکرایب کنید. 2 تا ویدیو من آخر مثل همیشه میاد که اونم اگه خواستید میتونید بزنید و ببینید. عشق منید، امید دیدار.